سوختی پاک و تولید شده از نوعی گیاه بومی در دل طبیعت، سنبل آبزی که با تلاش گروهی از پژوهشگران اندونزیایی به یکی از منابع تولید انرژی پاک تبدیل شده. لاشه های سنبل آبزی و فضولات دامی پس از تلفیق و نگهداری در محفظه های سربسته تجزیه میشن و سوخت پاک و ارزانی به نام گاز متان تولید میکنن. سوخت پرطرفداری که مردم محلی در بیشتر نقاط جزیره جاوه به علت فراوانی این گیاه به تولید و مصرف اون روی آوردند. ما به جای خرید کپسول گاز مایع از همین سوخت تولیدی ارزان و پاک استفاده می کنیم. چراغ‌های مسجد استقلال، بزرگترین مسجد اندونزی با ظرفیت بیش از 200,000 نفر، با استفاده از برق تولیدی حاصل از صفحات خورشیدی تعبیه شده روی پشت بام روشن میشه. بیش از 800,000 مسجد در اندونزی وجود داره که از این تعداد صدها مسجد در جاکارتا بیشترین درصد برق مصرفی مورد نیازشون رو با کمترین هزینه تولید میکنن و طرح سازگاری با محیط زیست رو در همکاری با وزارتخانه‌های بهداشت، برنامه و بودجه و برخی دانشگاه‌ها عملیاتی کردند. مساجدی که حتی با ذخیره آب باران از آبی کاملاً رایگان برای وضو و شستشو استفاده می‌کنند. مدیریتی کاملاً هوشمندانه در استفاده بهینه و مقرون به صرف از منابع موجود در قالب راهکارهای ساده اما پرمنفعت که حالا کارایی‌اش در شرایط بحرانی موج افسار گسیخته گرانی‌های جهانی بیش از پیش در اندونزی نمود پیدا کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.